3 مهر 1383 افشای یک معامله رسوا میان سه کشور اروپایی و رژیم ولایت فقیه. حراج ارزش‌های بشری. شما چرخه سوخت اتمی را به حالت تعلیق درآورید، ما هم در عوض بنگریستن به سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه مقاومت ایرانی، به عنوان سازمان تروریستی ادامه خواهیم داد. این بخشی از یک سند محرمانه است که روز 30 مهر ماه سال 1383 خبرگزاری فرانسه آن را برملا کرد. توافقی بین سه کشور اتحادیه اروپا، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، با رژیم آخوندی که طی آن اتحادیه اروپا پذیرفته بود چنانچه رژیم آخوندها غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، آنها هم در عوض مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی اتحادیه نگه دارند. افشای این سند محافل حقوق بشری جهان را تکان داد. شورای ملی مقاومت در همان روز طی اطلاعیه اعلام کرد این سند به سخره گرفتن مبارزه علیه تروریسم و یک اعتراف شرم‌آور به این واقعیت است که گنجاندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا از ابتدا به خاطر منافع اقتصادی و یک معامله ننگین با ملایان تروریست بوده و هیچ مبنای حقوقی و تکنیکی نداشته است و نتیجه آن هم چیزی جز جدیتر کردن ملایان بر ادامه ماجراجویی های اتمیشان نیست. امروزه پس از احکام عالی‌ترین دادگاه های اروپایی دیگر همه دنیا بر دو نکته گواهی می دهد. اول، حقانیت مجاهدین و مقاومت ایران. دوم، باج دادن مماشاتگران به رژیم آخوندی که فقط آنها را جدی‌تر کرده و وقت بیشتری برای ساخت بمب اتمی به آخوندها داده است. آیا آنها که باید از این همه درس لازم را گرفتند؟ 3 آبان 1386 نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا. 3 آبان 1386 وزارت خارجه و وزارت بازرگانی آمریکا 22 ارگان و سردمدار رژیم آخوندی به ویژه نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران انفجار را به خاطر حمایت از تروریست و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرد و اسم برخی از آنها را رسماً در لیست سیاه تروریستی اش قرار داد. این اولین بار بود که آمریکا تلاش کرد نیروی نظامی یک کشور دیگر را منزوی و مجازات کند. تصمیم دولت آمریکا اگرچه با تأخیر طولانی صورت گرفت، اما گواه این حقیقت است که امید بستن به تغییر رفتار رژیم آخوندی و چشم دوختن به مذاکرات با آن هیچ حاصلی جز فرصت دادن به فاشیسم دینی در آستانه کسب سلاح اتمی ندارد. فلسفه وجودی سپاه پاسداران حکومت آخوندی همچنان که در قانون اساسی رژیم تصریح شده و عملکرد آن در 3 دهه گذشته نشان داده است، حفظ رژیم ولایت فقیه با صدور تروریست و بنیادگرایی و سرکوب وحشیانه داخلی است. سپاه پاسداران علاوه بر اینکه دست‌اندرکار تولید سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتمی است، در سال‌های گذشته صدها عملیات تروریستی در خارج از ایران انجام داده و در داخل ایران به شکنجه و اعدام ده‌ها هزار زندانی سیاسی مبادرت کرده است. نقش سپاه پاسداران به عنوان ستون فقرات، پشتوانه و حافظ نظام ولایت فقیه در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای در کلیه ارگان‌های حکومتی پیدا کرده است. سوم آبان 1379 درگذشت شاعر معاصر میهن فریدون مشیری. آی آدم ها، آی آدم ها، آن صدا هرگز خاموش نخواهد شد. آن صدا در همه جا دائم در پرواز است، تا به دنیا دلی از هول ستم می لرزد. خاطری آشفته است، دیده ای گریان است، هر کجا دست نیاز بشری هست دراز، آن صدا در همه آفاق تنین انداز است. این صدای فریدون مشیری بود، شاعری که در اشعارش همواره از مهربانی، طبیعت، صلح و انسانیت سخن می گفت. فریدون مشیری در شهریور ماه 1305 در تهران دیده به دنیا گشود. در دهه 30 در شمار معروف‌ترین شاعران معاصر ایران قرار گرفت.
و روز سوم آبان 1379 در تهران درگذشت. برخی از اشعار مشیری توسط خوانندگان برجسته ایران از جمله خانم مرضیه خوانده شده است. از جمله آثار او کتاب‌هایی به نام تشنه طوفان، گناه دریا، ابر و کوچه، بهار را باور کن و پرواز با خورشید است. رهبر مقاومت در تسلیت درگذشت شاعر توانای ایران فریدون مشیری گفت: مشیری شاعر بزرگ ایران در دوران خمینی دجال و بازماندگان او از این رژیم دوری جسته و به رغم همه فشارها از هر گونه تأیید یا همراهی با آن خودداری کرد.